که بیشتر از این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار نگذار این انقلاب سیاه ترین و شوم ترین و شرم آور ترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نجدی تر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز آدینه 17 بهمن ماه 2722 ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 6 فوریه 2015 میلادی. ای مزدا، کی مردم آیین تو را در خواهند یافت؟ کی این زهرابه دیوانگی آور برخواهد افتاد؟ چیزی که کرپنهای تبهکار با آن مردم را می فریبند و شهریاران ستمکار بدندیش با آن بر کشورها فرمان می رانند. ای مزدا، کی راستی و پاکی و پارسایی و کشور پر از کشتزارهای گسترده و خانمان خوب و آباد پدیدار خواهد شد؟ چه کسانی ما را در برابر دروندان تیر دل رامش خواهند داد و چه کسانی دانش و بینش اندیشه نیک را در خواهند یافت؟ ای مزدا، سوشیانس های کشورها کسانی خواهند بود که با پیروی از اندیشه نیک بایسته خود را به انجام می رسانند. کردارشان بر پایه راستی و آموزش های توست و به درستی برای چیرگی و برافکندن خشم گمارده شدند. ای دنباد، morning arrives, good thoughts rise, beats of our lives, joyful revives, darkness is gone, light is not down, youth rise up, fresh, mighty and shine, sing your shamu. Light a fire of love, help the world peace in harmony of ancient love. Keep alive sacred faith, move forward with wisdom of grace. On a shamu, who yet
Do it with heart, do it with love, for the sake of kindness. Hey youth, listen to your soul, follow the path of Asha in the name of Ahura. Seeking your own happiness in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness, as long as we are on the side of righteousness. Keep sacred Fravaha, good thoughts, good words, good deeds. Hold precious wisdom of the past, future's bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words, do of good deeds, be good and live. Sing your shalom. چون که ما تاریخمان بر باد رفت، هستی و فرهنگمان بر خاک رفت، کاوه و آرش همانجا خاک شد، پهلوان کشورم عباس شد. جای کوروش را علی آمد گرفت، کل آن آتشکده آتش گرفت. رستم و سهراب ها گم می کنیم، تازی ناموس خود بت میکنیم. نقش رستم نقد تخت جمشید خاک شد، کربلا و کاظمین آباد شد. رسم زرتشت را اگر دانی که چیست، عید ما جشن قدیر و فطر نیست. ای عزیزان جملگی همت کنیم، سنت اعراب خاکستر کنیم. یعنی اسلام اهریمنی را خاکستر کنیم و خاکسترش را هم به باد بدهیم که ببرد به همان سرزمین حجاز، سرزمینی که بزرگترین دستاوردش به بشریت جنایتکاری به گونه آسمانی به نام محمد ابن عبدالله بوده است و 1400 سال است جز تباهی و سیاهی و فرهنگ سوزی و کشتار انسانهای بیگناه، هر جا که دستش رسیده است، هر جا که توانست است، کار دیگری نکرده است. مانع بزرگی در راه پیشرفت و گسترش دانش در بخش بزرگی از جهان بوده است و اتفاقا آن بخش بزرگ جهان بخشی از جهان بوده است که بزرگترین فرهنگ ها و زیبایی ها و نخستین دستاوردهای سودمند برای بشریت را به ارمغان آورده است. اما پس از ورود اهریمن اسلام به آن منطقه، روز به روز مایه تباهی و پسماندگی و پوسیدگی و از میان رفتن همه زیبایی های گذشته فرهنگ های مردمان منطقه بوده است و اکنون در دوران ما در قرن 21 کشتار، بیرحمی، هراس افکنی، قتل عام انسانهای بیگناه، تک تک کردن انسانها با بمب، گسترش فساد، دست درازی به کودکان، سوزاندن انسانها زنده زنده در آتش،
اسید پاشی، چاقو کشی، سربری، سنگسار در قرن 21 ارمغانی است که برای این دوران دارد. و ما در دورانی هم میهنانم زندگی میکنیم که گواه شگفت‌انگیزترین رویدادها هستیم. شگفت‌انگیز از جهت اینکه بلایی که پدید میآید، جنایت بزرگی که در کار است، با شگفتی میبینی واکنش ها به آن جنایت چگونه است. آیا مانع پیشرفت و بعد نابودی این جنایت برآمده از همه عفونت 1400 ساله میشود و یا مایه هارتر شدنش و بستانکار شدنش و ادامه و گسترش هرچه روزافزون جنایت و تباهی در جهان است؟ دیروز در خبرها حتما شنیدید، آگاه شدیدم میهنانم، در این دوران هورناک که ما به سر میبریم و بزرگترین و نیرومندترین کشور جهان در دست رئیس جمهوری است به نام پرزیدنت باراک حسین اوباما. دیروز در مهمانی که در واقع صبحانه و مهمانی صبحانه سران مذهبی بوده است، در با حضور ایشان، حضرت رئیس جمهور آمریکا و همسرشان، و معمولا بر سنت برگزاری این مراسم به تاریخچه‌اش که برمیگردید و بررسی میکنید، معمولا در چنین مراسمی، حال وارد این بحث نمیشوم که اصلا مذهب و دین چه کاره است که این همه همه جا حضور دارد، ولی بر اساس یک سنت انجام میشود در کاخ سفید و سخنانی اگر جهان با مصیبت بزرگی هم درگیر نباشد، سخنانی در راستای گسترش مهربانی و مدارا میان همه باورهای مذهبی و از این دست سخنان کلیشه‌ای اما دست کم مثبت. اما دیروز ایشان مانند اینکه تریبون کم دارد، آنجا را هم تریبونی کرد برای پدافند از اسلام. این را من نمیگویم. مهمترین رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری خود آمریکا از دیروز قوغاست. شما سوار اتومبیل هستید، هر برنامه رادیویی را که میشنوید که تاک شو دارند و مجریها و انکرهای رادیویی اون رو اجرا میکنن و خطا باز است و گشوده است و مردم صحبت میکنن، مسئله است که میبینید چگونه همه را منزجر کرده از سخنان ایشان، تکان داده است و شوک بزرگی وارد آورده است. ایشان در این تریبونی که به دست آورده است، به جای اشاره به این مصیبتی که اکنون در جهان است و این که در واقع فراخوانی دست کم بدهد به سران مذاهب که بسیج افکار عمومی، هر کدامشان که برای شنوندگان و باورمندان آن دین و آن مذهبی که هست، بسیج افکار عمومی کنند برای مقابله با جنایت و تروریسم محمدی که اکنون در جهان میتازد از بام تا شام و کشتار میکند و قتل عام میکند. و برای نمونه مثلا فقط در سوریه مردمی چندین سال است بعد از قتل عام و کشتار بشار اسد جانی با مزدوران جنایتکاری که خمینی تازی مسلمان کثیف اشغالگر ایران به یاریش فرستاده است، مردم آنجا را آغاز به قتل عام و شیمیایی کردن و آواره کردن و بعد سربرآوردن جنایتکاران سنی که راهی آنجا شدن که جلوی پیشرفت به اصطلاح
شیعیان سرور خامنه ای و دیگر جنایتکارانش را بگیرند و بعد ناگهان مسئله داعش که سالها کم و بیش بود اما تو گویی مانند معجزه‌ای ناگهان آغاز به کشورگشایی در سوریه و بعد هم وارد شد و اکنون سرزمین‌های گسترده و وسیعی را در دست داعش و این جنایتکاران کثیف که بدون سانسور و بدون تظاهر به چیز دیگر اسلام واقعی را به نمایش گذاردند. تنها گروهی هستند که اپسیلونی هیچ مناسباتی را که در این جهان چه از جهان غرب است چه از شرق است چه از هر فرهنگی است نمیپذیرد و اسلام خالص ناب محمدی را با همه ریزکاری هایش به نمایش گذاشته است، انجام میدهد و پایش ایستاده است. یعنی کشتار، قتل عام، سوزاندن انسانها، میگویند کودکان را، کودکان از دیدانها کفار، چه از خانواده شیعه هستند آن کفار، چه ایزدیان هستند، چه سنی هایی که مثلا مخالفن، قبیله هستند که با اینها موافق نیستن، هر که کودکان را زنده زنده در آتش میاندازند. گمان نکنید فقط این خلبانه جوان دلاور اردنی را اینها با آن وضع فجیع تکان دهنده زنده زنده در آتش سوزاندن. در این فضا، در این جهان و از این رویداد هولناک سوزاندن یک انسان زنده که آن را چون بازتاب جهانی دادند جانیان محمد و اسلام که به نام داعش خوانده می شوند در جهان، مگر بی شمار از این جنایت فجیع تر و تکان دهنده تر در آنجا رخ می دهد ولی بازتا پیدا نمی کند. اما بعد از این کلیپ تکان دهنده و به راستی وحشت آور و به راستی درد آور و به راستی خشم آور، شما خونسردی این رئیس جمهوری آمریکا و بیخیالیش را فقط اگر بتوانید تصورش را بکنید. حتی برای نمایش چیزی هم حاضر نیست با واژه های آنچنانی که از شدت خدای نکرده قداست اسلام لطمه بخورد، در ترکیبی این تروریست های الله و محمد و اسلام را نام ببرد نمیبرد. ایشان دیروز دهان گشودند در آن مراسم، سخنانی در محکومیت مسیحیت و یادآوری جنگ های صلیبی که 1000 سال پیش بوده است، یادآوری تفتیش عقاید در قرون وسطا توسط کلیسای کاتولیک و یادآوری بردهداری در آمریکا که 150-60 سال پیش تمام شده است و از داعش و جنایتکاران اسلام و محمد و قرآن فقط به نام تروریست ها یاد می کند. کسی نیست به این آقا که اکثریت رای دهندگان به او مردم آمریکا، اکثریت سفید پوستان با بکراند اروپایی، یعنی بلاند و سفید به طور کلی می گویم، و اکثریت مردم این سرزمین مسیحیان از هر جریان و فرقه و شاخه مسیحیت به او رأی دادند و دو بار او را به کاخ سفید فرستادند. کسی نبود بپرسد شما این 2-4 سال، یعنی 8 سال را، 6 سالش را که این گونه شکوهمند و افتخارآمیز و بیضه‌دار اسلام گذرانده اید، 2 سال دیگر هم حتما هر روز بدتر از این است، چون داریم میبینیم هر روز بدتر میشود، شما را برگزیدند که در این دوران و برهه، یکی از خطرناکترین دوران ها در تاریخ بشر و نیرومندترین و موثرترین و کارآمدترین کشور جهان آمریکا
که اگر امیدی هست کاری صورت بگیرد، دست کم باید با توش و توان و اراده آمریکای بزرگ و رهبری آمریکا که دیگران هم به عنوان ائتلاف بتوانن به جنگ یک مصیبتی که فقط در آن منطقه جنایت زده محمد علی عمر و اسلام زده سالهای سال است، ده ها میلیون انسان شبان روز یا کشته می شوند یا رد می شوند یا غارت می شوند یا شکنجه می شوند یا از کشورشان می گریزند و آواره کوه و دشت و بیابان می شوند که بشود کاری کرد. هزار سال پیش جنایت کلیسا و انکسیسیون، همان تفتیش عقاید و اول که شما برشمرده اید، چه ربطی به اکنون دارد؟ حضرت پرزیدنت که مثلا فرموده اید مسیحی هم تشریف دارید، که من که خیلی باور دارم، بقیه را نمی دانم. در این روزها نگاهی کنید به پادشاه اردن، تمام آنهایی که در آن منطقه خود را، اینها با آنها کینگ میگویند و نمیدونم رسانه‌های فارسی زبان پادشاه میگویند، تنها کسی را که من واژه پادشاه را برایش، برای این کینگ در آن منطقه به کار میبرم، همین پادشاه اردن است. بقیه سلطانند و نمیدونم چه هرچی که هستند. شما بنگرید به پادشاه اردن، کشوری کوچک، ناتوان، گرفتار، فقط میلیون ها آواره در این 3-4 سال گذشته به پناه رفتند به این کشور کوچک و همه را جا داده است بدون ادا اطفار، که اون اردوغان، اردوغان کج کوله تان فقط به داعش پول اسلحه فرستاده است. آقای رئیس جمهور آمریکا به کینگ عبدالله پادشاه اردن، این مردی که در این چند روز ستایش جهان را برانگیخته است، دست کم از او بیاموزی چیزی چیزکی. سفرش را نیمه تمام گذاشت پادشاه اردن و اعلام کرد تلافی این جنایت باور نکردنی را از جنایتکاران و تروریست های داعش خواهد گرفت. رسید به اردن، لباس نظامیش را برتن کرد و فرماندهی کوبیدن جنایتکاران داعش را، خود هم خلبان درجه یکیست، بر عهده گرفت. آمده اینجا صبحانه راه انداخته از یک مشت تنبال به پای مسلمان هم آنجا جمع کرده است با چرقد و چه به دندان گرفتند. شما آمده اید به جنگ مسیحیت یا انتقام همه بردهداری در تاریخ را میخواهید بگیرید از مردم آمریکا؟ مردم آمریکا برای این به شما رأی دادند، اکثرا هم مسیحی و اکثرا هم سفید پوست. چیزی در گذشتهشان بوده است بردهداری؟ خودشان هم میگویند ننگ بوده است، شرم داریم، بد بوده است، این بوده است. 150 سال پیش که تمام شده است و آرام آرام گام برداشتند و همه تبعیض ها را از میان برداشتند و همچنان دارند تلاش می کنند. و اگر همان مردمی بودند که شما با آنها کینه تان پایان ناپذیر است، شما را دوبار بر می گذیدند. اصلا چه ربطی دارد به این مصیبتی که اکنون جهان گرفتار آن است آقای رئیس جمهور؟ همیهنانم کشیشی را دیدم در یکی از تلویزیون‌های آمریکایی با چه عصبانیتی و کشیش آمریکایی سیاه پوست. شما فقط باید میشنیدید با چه واژه‌هایی و با چه لحنی با رئیس جمهورشان صحبت میکرد و در پایان هم گفت برو و خجالت بکش. به رئیس جمهور آمریکا مصیبتی است همیهنانم و فاجعه‌ای است همیهنانم.
دو انسانی که با شرایط کشورهایی که در آن هستند، با وضعیتی که دارند، در این سالها درخشیدند، ژنرال السیسی و در این دو سه روز پادشاه اردن. و خود آمریکاییان میگویند و مینویسند، میگویند ما خجالت میکشیم دیگر، این رئیس جمهورمان است. علناً میگویند، مینویسند، من بارها خواندم و شنیدم، حتما شما هم آگاهید. یک زمان میگفتند کاش السیسی رئیس جمهور ما بود. برخی از این تحلیلگران که آمده بودند برای آن اراده و تصمیم و ایستادگی و به موقع و به هنگام کاری را انجام دادن و نترسیدن و ریسک کردن، جان و هستی و همه چیز را ریسک کردن، تازه با آن شرایط، آنجا، آن منطقه، آن مردم، آن وضعیت، آن اسلام و همه کشورهای گرفتار. و اکنون پادشاه بود. باز چند بار شنیدم و خواندم که گفتن کاش رئیس جمهور ما اندکی شبیه پادشاه اردن بود، کاش اون رئیس جمهور ما بود. شما فکرش رو بکنید. و گزارش های همبیهنانم سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا که هر از گاهی بازتاب میدهند، خیلی هم همه را گسترده در واقع بازتاب نمیدهند که پنیک ایجاد نشود، ترس عمومی به وجود نیاید، که گفتند از 50 استان یا ایالت آمریکا 49 منهای هوایی مستقیم در هر لحظه در معرض یک خطر تروریستی اسلامی بزرگ قرار دارند، همه ایالت های آمریکا. و این گزارش خود منابع اطلاعاتی آمریکایی است. دیگر لازم نیست حتما بگم با مسافران هواپیما رو کنترل کن، کفشا رو در بیارید و نمیدونم از دستگاه رد بشید و چمدان ها رو زیر رو کنید. همین جانورانی را که اینجا جا داده اید و هزاران مسجد برایشان ساخته اید، تولید مثلشان هم که تند است. اروپا را میبینید و نمیآموزید و عبرت نمیگیرید. کوتاه آمدند و اکنون دیگر جانورانشان یعنی محمدیان باورمندشان هر روز بر تعدادشان افسوده میشوند. به ما گزارش میدهند هم میهنانم از جهان غرب 5,000 تا 6,000 همم شهروند، مثلا کانادایی است، اصلا در کانادا زاده شده است، آمریکایی است، فرانسوی است، آلمانی است، هلندی است، سوئدی است، نه اینکه گمان کنید حتما فقط مهاجرت کردن، نسل دومن مثلا یا نسل سومن. میگوین 5-6 برقیدن تا 7,000 تروریست سربر که برای سربریدن و انسان را در آتش سوزاندن زنده زنده و تجاوز جنسی به کودکان و زنان را به تناب کشیدن و بردگی جنسی و به خرید و فروش کردنشان از این قلب کشورهای غربی که شهروند اینها هم هستند، میگویند 5,000-6,000 تا 7,000 تن راهی آغوش داعش شدند. شما فکرش رو بکنید و مطمئن باشید باز اینها برای اینکه پنیک ایجاد نشود این رقم را پایین اعلام می کند. بسیاری از آنها برخواهند گشت، برگشتند شماری، همان جانور و جانوران دو برادر محمدی گور به گور شده در پاریس که شارلی هبدو آن کشتار را در آن نشریه انجام دادند. یکی از آن برادران جانور تروریست که اکنون لای دست محمد ابن عبدالله هست رفته بود یمن و دوره آدم کشی محمدی حرفه‌ای دیده بود و برگشته بود. آقای رئیس جمهوری آمریکا میاد واژه نام اسلام به هر ترتیبی به هر شکلی بر زبان نمی آورد و اجازه هم نمی دهد در ادمنستریشن او، جایی که او قدرتش می تواند عمل کند، کسی این واژه ها را به کار ببرد.
حتی اسلام رادیکال هم نمیخواهد بگوید. یعنی همین واژه پولیتیکال کورکتنس ها که همه ما میدانیم اسلام هست، اسلام رادیکال و اینوری و آنوری و بالا و پایین ندارد، اما حتی آن را هم به زبان نمی آورد. بله، ایشان مسیحیت را به محاکمه کشیدند دیروز و به هزار سال پیش و قرون وسطا ما را ارجاع دادند و 150-60 سال پیش بردهداری در آمریکا که به نام مسیحیت شده است. به راستی شرم‌آور هستم میهنانم و شگفت انگیز و شگفت انگیز. از آریا جان خواهش کنم، آریا نازنینم، این اتچمنت ما رو یک بار پخش کنید که بار گذشتم باز پخش شد. گمان میکنم حال شاید تصادفی رئیس جمهور آمریکا هم وقت داشت و کانال‌های ایرانی رو هم دید، شاید تصادفی ببیند. یک بار با هم ببینیم اتچمنت رو عزیز من. اثنتين، الإسلام أو الجزية وإلا فالحرب بيننا. اثنتين، الإسلام أو الجزية وإلا فالحرب بيننا. اثنتين، الإسلام أو الجزية وإلا فالحرب بيننا. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب. ألف رجل، ألف رجل، ألف رجل. با درودی دیگرباره همیهنانم، سلی به وضعیت مالی سنگر، یاری های رسیده و گزارش به شما نازنین ها. گرامیان من، این سومین برنامه هست، در واقع از دو برنامه پیش از این برنامه که امروز سومین هست. بانو و کدبان ایرانیار نازنینم $500 اعلام وش کرده بودن که در این در واقع سه برنامه تا همکنون هنوز مچ نشده است و ما $150 کم داشتیم که بتوانیم زنگ بزنیم و بانو کدبان نازنین ایرانیارمان از آنها بخواهیم که در واقع ما بتونیم مچشون رو دریافت بکنیم، اما تا مچ کامل نشه ما
نخواهیم توانست. بنابراین ما 150 دلار کم داریم که بتوانیم یاری این دوستان بزرگوارمون رو به دست بیاریم. یاری یارانی که به دست ما رسید از برنامه پیشین تا کنون، بانو کردیه نازنینم سپاسگزارم، کوشای نازنینم سپاسگزارم، کتبان مهران نازنین سپاسگزارم، بانو مهستای نازنین سپاسگزارم، کتبان سرباز میهن نازنین سپاسگزارم، کتبان مهداد ایران پرست نازنین گرامی سپاسگزارم، یاریتون دریافت شد. و همیهن نازنین که در واقع به جمع تازه یاران بیداری پیوستند از جهت پشتیبانی ماهانه از سنگر، کتبان بهمنی نازنین که 30 دلارتان دریافت شد سپاسگزارم و بسیار شادمانم که در هر حال اگر از سوی یاران ترک میکنن سنگر رو، اما هر از گاهی هم یاران و همیهنان نازنینی هستند که میپیوندند. بنابراین همیهنان گرامی من، ما 150 دلار فعلا نیاز فوری برای دریافت 500 دلار اعلام شده از سوی بانو و کتبان ایران یار نازنینم رو داریم. در واقع یک هفته کامل هست از آدینه گذشته، در برنامه آدینه گذشته اعلام شد و امروز آدینه، ما هنوز 150 دلار کم داریم. خب گرامیان من، این وضع مالی سنگر بعد از این صحنه های آزاردهنده‌ای که من فقط تصویر رو از این صحنه سوختن خلبان جوان اردنی دیدم و تا با اون رو هم نداشتم که دقیق ببینم و نگاه کنم، اما کسانی که کلیپ اون رو که میگویند میلیون ها میلیون بار از طرق گوناگون در سراسر جهان مردمان را دیدند و هنوز دارند میبینند، کسانی که در واقع این خبر را شنیدند و این کلیپ شکنجه محمدی به یک انسان که او را زنده در قفس و بعد در میان آتش انداخته بودند و زجه ها و فریاد ها، توضیحاتی که درباره این کلیپ داده شده بود من خوندم و آگاه شدم. همه میانم اگر کسی ذره ای عاطفه، انسانیت و اصلا یک انسان متعارف عادی حتی باشد، تا روزی که زنده است نخواهد توانست آن را فراموش کند و بیاید از کروسیدرا، یعنی جنگ های صلیبی سخن بگوید. هزار سال پیش و بسیار تکان دهنده بوده که البته باز برنامه گذشته اعلام کردم و برای همه ما دست کم یاران سنگر، ما میدانیم که ویژگی اسلام چیست و آن سرخط اصلی این توحش و بربریت 1400 سال و رمز چیرگیش و به بردگی گرفتن انسان‌های دیگر و ملت‌ها و کشورهای دیگر چه بود است و چه است، النصر به روب. و در واقع بسیارانی هم که تحلیل کردن گفتن بالاترین هدف این جانیان محمدی در واقع ترساندن و تکان دادن مردم و اینکه از آنها وحشت کنند و آنها بتوانند جنایت های خودشان را که همان اسلام است، تک به تک، واژه به واژه، زندگی پیامبرشان، سیرت پیامبرشان که همان بیوگرافی محمد است، سنت ها، همان اعمال و کردار و رودات ها و هرچی که است، قرآنشان که کتاب آموزه های دینیشان است و بعد دیگر قدیسانشان، سنی ها که عمری ها و نمیدونم عثمانی ها و ابوبکری ها آنها الگویشانند و شیعه ها هم که علی سربر که جلادترین، خونریزترین، فاسدترین، کثیفترین، دزدترین آدم خاری بوده است که در کره زمین آمده است، الگویشان آن است.
یعنی ترساندن جامعه و مردمان و شوک عصبی به آنها وارد کردن. و امروز هم آخرین خبری که حتما آگاه شدید که یک دختر آمریکایی جوان که مدت‌ها بود میگفتن در اسارت این حیوانات جانی آدم سوز سربر مسلمان واقعی گرفتار است، اعلام کردن که در بمباران‌های هواپیماهای اردنی در واقع که به سر این جانیان در بخش‌های از سوریه و رقه یا اینا به قول تلفظ آمریکایی رکا بمباران کردن مراکز آنها را به تلافی مرگ آن خلبان جوانشان، جانیان داعشی اعلام کردن که بله در آن بمباران ها این دختر آمریکایی هم درگذشته است، که اکنون دهات ها و مقامات آگاه آمریکایی میگویند نمیتوانند اون رو تایید کنند یا تکذیب کنند، باید آگاهی های بیشتری به دست بیارند و از حیله‌گری و بازیگری و کارهای کثیفی که این گروه داعش و نمیگویند اسلام همه شیوه هایش همین است، که حتی درباره خلبان اردنی میدانید که گفتن که در واقع او را معامله میکنیم و مبادله میکنیم با آن جنایتکار زنکه تروریست آدم کش که در زندان اردن بود و از 2005 محکوم به اعدام بود ولی هنوز او را اعدام نکرده بودند، که در واقع او را به همراه یک تروریست القاعده دیگر بعد از بازتاب این جنایت هولناک و زنده زنده سوزاندن این خلبان جوان ارتش اردن در آتش آن دو را به درک واصل کردند. و در واقع همیهنان نازنین من، این صحنه تکان دهنده و جالب است که اکنون همه آمدند و میگویند سران مذهبی اسلامی چه شیعی چه سنی که به اصطلاح پیروانی دارند بیایند و این را محکوم کنند، و آنقدر این صحنه فجیع بوده است که آمدن محکوم کنند، اما کسی نیست این پرسش ساده را از اینها بکند. اسلامی که نه یک بار، بارهای بار در کتاب آسمانی وعده آتش سوزان را به مخالفان اسلام و الله و محمد داده است و الله کسی است که کباب می کند و سرخ می کند و جزغاله می کند، دوباره زنده می کند، دوباره در آتش می سوزاند و این هراس را در دل دیگران می افکند که اگر برده ما و در واقع تسلیم اسلام نشوید در دوزخ این می شود و آن می شود، آموزه هایی که وعده خداوندش که اینها میگوین خداوند است، اللهش آدم میسوزاند مانند آب خوردن. حال فرض کنید فعلا برای مزن بازار و اینکه همه نگویند این چه توحشی است، این چه کثافتی است، این چه دین لجنی است، آمدن چند تن از اینها فتوا دادن بر علیه داعش و گفتن حرام است این انسان زنده را در آتش انداختن حرام است، یکی نیست بگوید اصلا ما حتی به پیغمبرتان و خلفای کثافتتان و بقیه قدیسانتان کاری نداریم، الله شما آتش زننده است، آدم سوز است، می سوزاند، خاکستر می کند، دوباره زنده می کند، دوباره می سوزاند، که عذاب علیم این از فرهنگ شما کثافت هاست داده باشد. چه چیزی را آمده اید به دروغ؟ بله حتما شنیدید که الازهر مصر که عالی ترین نهاد مذهبی سنی هاست یکی از آن گردن کلفت‌های فتوا دهنده آمد و می‌دونید چه فتوایی داده است؟ خودشان متوجه بدبختی خودشان و لجن بودن این آموزه‌هایی که ناندانیشان است دیگر اکنون به نام دین، نام دین به آن دادند، خودشان متوجه نیستند. دبیر کل مجمع تحقیقات اسلامی الازهر
در واکنش به زنده زنده سودانده شدن خلبان اردنیه که در اسارت داعش بود، گفت با یک گروه تروریستی سر کار داریم، نه محمد مخالفان را ترور کرده است و دستور ترور داده است، نه علی و عمر تروریست بودن، نه آدم کش بودن، نه سر بریدن، نه دزدی کردن، با یک گروه تروریستی سر کار داریم که حکم کفرشان را هم باید هم به کفر بدهی ها امضا کردن. پس بنابراین شما با کفار این کار را میکنید. اول داعش را باید بگویی کافر است، بعد این حکم را. حالا چه حکم داده است؟ همانی که در کتاب جنایی مقدس قرآن بیشرمشان آمده است، یا به گونه صلیب بار دست و پا را خلاف یک دیگر، یعنی دست راست پای چپ یا پای راست دست چپ، باید به صلیب کشیده شوند، یا دست و پای آنها به گونه خلاف یکدیگر بریده شود، و آنها محارب با خدا هستند. یعنی هم میهنانم متوجه نمی شود که با همین فتوا که داده است که مثلا محکوم کند این جنایت را، اسلامش را دوباره یک بار دیگه داعش کاری غیر از کار تو نکرده است. الازهر عقب مانده های ژنتیکی جنایتکاران به گونه باورمند، به جنایت به گونه آسمانی، این را از کجایت در آورده؟ مگر از قرآنت نیست؟ از آن جنایت نامه؟ مگر سوزاندن گناهکاران و کافران در آتش وعده اللهتان نیست؟ چه فتوایی داده ای به برادر مسلمانت؟ و گفته از این اقدام شیطانیست. گفته از قرآن برای چنین افرادی مجازات کشتن، به صلیب کشیدن و یا قطع یک دست و یک پا در دو سوی مخالف را تعیین کرده است. این را حسین اوباما حتما شنیده است این خبر را دیگه. حتما خوشحالم شده است گفته است یکی آمده است از اثر بر علیه داعش فتوا داده است، ببینید اسلامی نیست، اسلام خوب است، اینها مخالف این چیز. متوجه شده است اصلا رئیس جمهور آمریکا که داستان چیست؟ حال یک سنی در کشور ما، مولوی عبدالحمید، گفته از زنده سوزاندن انسان در اسلام حرام است. یعنی اسلام جداست و اللهتان جداست؟ چگونه است آقای مولوی عبدالحمید؟ سوزاندن الگوی جنایت هایی که مسلمانان باورمند، نه مسلمان زاده ها، انجام میدن. اللهتان است، پیامبرتان است، کارهایی که کردند، مجازاتی است که الله و محمد برای مخالف و کافر و دشمن و چه انجام میدهد و گفته است چگونه باید انجام بدهم. مگر داعش از شکم خودش در آورده است؟ مگر القاعده این همه جنایت کرده است و عربستان پول آن تروریست‌ها را داده است که بیایند و 11 سپتامبر در آمریکا پدید آورند و 2,000 انسان را ذوب کنند و این فاجعه را به بار بیاورند؟ مگر آن 19 تن که 15 تنشان العربستانی یا حجازی یا مقدسی یا بودند و پولش را هم نامش هم آمده است، خبرها دارم، دوتا از امیرزادگان که اینها بگن شاهزادگان آن لجنها را، خرجش را هم آنها داده بودند، شاهزادگان سعودی، مگر از شکم خودشان در آورده بودند؟ یعنی آقای مولوی عبدالحمید شما از بن لادن مسلمانتر و واردترید؟ ایمن از ظواهری کافر است؟
شرم نمی کنید هیچ کدامتان؟ چرا گریبانتان را از این کثافت و از این جنایت آزاد نمی کنید؟ چرا به انسانیت بر نمی گردید؟ چرا به داد میهن و هم میهنان نمی رسید؟ چرا ایران را عرصه سنی و شیعه و شیعه و سنی و چه و چه کرده اید؟ سرزمین کوروش و زرتشت را، آن سرزمین پاک را. ایشان امام جمعه اهل سنت زاهدان است. گفته است این زنده سوزاندن مغایر با شریعت اسلام است. بعد فرموده است از پیامبر اسلام نقل شده است کسی نمیتواند کس دیگری را با آتش آزار دهد مگر، گوش کنید هم میانانم، نقل قول مستقیم است از یک آخوند سنی در ایران، مولوی عبدالحمید از زاهدان. از پیامبر اسلام نقل شده است کسی نمیتواند کسی دیگری را با آتش آزار دهد مگر خداوند. شما بیانیشیدم ببینید اسلام با مغز انسان چه می کند که همین مولوی عبدالحمید که مثلا می گوید ایرانی هم هست متوجه نمی شود کسی دیگری را نمی تواند با آتش آزار داد مگر خداوند. خب شما میخواید پیرو آن پیمپی که نامش را خداوند میگویید و خداوند را از زبان ما ایرانیان شکست خورده برده گرفته اید و با آن الله کثیف روسپی خانه‌دار محمد منصوب میکنید، پیرو آن الله مغزش انباشته فقط از همین کثافات است، چه باید بکند که آن الله را قبول دارد، آن محمد را قبول دارد؟ این همه در افغانستان اکنون هم در ایران ما مت کردند، کودکان 6-7 ساله 8 ساله 10 ساله را به ریپ گردن کلفت های نرینه می دهند. مگر الگویشان محمد پیامبر اسلام نیست؟ تا به او بگویی قانون هم به گذاری می رود مخفیانه انجام می دهد، می گوید اینها کافرن نمیگذارند محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم و چه و چه با عایشه 6 ساله رفته بود. آتش اللهتان هم همین است. و گفته زنده سوزاندن انسان بر اساس شریعت اسلام حرام است. اسلام در این 1400 سال کم انسان زنده را در آتش سوزانده است؟ در میهن خود ما با سینما رکس آبادان آتش زدن 400-500 ایرانی بیگناه خرد و کلان آغاز نکردید انقلاب به جنایت محمدیتان را؟ نه حمله نکردند برادران دینی شعبه شیعیتان مسلمانان ها هم پیرو قرآن پیرو محمد مانند شما به شهر نو و زنان نگون بخت آنجا را جزغاله نکردند بعد جنازه جزغاله اش را که زنده زنده او را سوزانده بودند بر روی سر بر شهر نچرخاندند در همان ایران در قرن بیستو آتش نمیزنند. همین داعش تا کنون هزاران تن را در آتش نینداخته است. القاعده این کار را نکرده است. مگر می شود کسی پیرو قرآن و پیرو الله آدم سوز و آن جنایت آن آموزهای کثیف باشد فرقی برایش بکند؟ زنده زنده بسوزاند یا مرده بسوزاند؟ شما حتی از گور غیر مسلمانان هم نمی گذارید، شخ می زنید گورستان بهائیان را، مسیحیان را، یهودیان را، هر غیر مسلمان را.
به راستی به این هم به این رذالت و به این همه دروغ و اگر هیچ کدام از اینها نیست به این همه نفهمی و زامبی بودن که اسلام از انسان زامبی می سازد. انسان نمی داند چه بگوید، خودش دارد می گوید اسلام چیست، هم گردن کلفت الازهر، همین مولوی عبدالحمید از زاهدان دارن می گوید اسلام چیست، آموزه هایش چیست، آمدن داعش را محکوم می کنن. در هر حال هم میهنانم مصیبتیست. از آریا جان خواهش کنم، آریای نازنینم، شماره 3 رو با هم ببینیم. همیهنانم کلیپ را برگزیدم که در این کلیپ از برنامه هایی است که چندین بار هم پیش از این از برنامه های این تلویزیون و این برنامه براتون پخش کردم. کانادایی است، از سان نیوز، و در این برنامه گفتگو می کند با یک نویسنده و تحلیلگر جوان بریتانیایی به نام داگلاس موری و درباره آیسیس و پیوستن اروپاییان یعنی مسلمانان اروپا به آیسیس و مسائل دیگری که در این گفتگو مطرح می شود جالب است. دعوت می کنم که حتما ببینید. شماره 3 آریا جان با هم ببینیم. I'm from the UK. My name is Abu Abdullah Al-Habshi. We don't need any democracy, we don't need any communism, we don't need anything like that. What we need is Sharia. Yeah, absolutely. Now, just in case you thought that was another moron just sprouting terror and threats, we're going to show you a photograph now of this guy, and it's a bit obscure, but there are the decapitated heads of Syrian soldiers, other Muslims almost certainly, but they've been beheaded. And it's important to realize we're not speaking of some sort of Tudor 16th century beheading. These people, that their heads are sawn off effectively as they scream and beg. And one would have thought that cutting the heads off children, burying people alive, subjugating, humiliating entire populations would not be such an attractive prospect, but ISIS is gaining recruits throughout the Western world. Author, journalist, and associate director of the Henry Jackson Society, Douglas Murray, joins us now from London. There have been quite a few from the UK, quite a number from Australia, France, elsewhere. What's the appeal? Well, it's quite a lot of things. First of all, I suppose there's that type of person who thinks that life in a nice, safe, liberal democracy is kind of boring and is attractive to the fight. Then there are those people who are more driven simply by the opportunity to be sadists of the worst kind somewhere in the world. But all of them have, to a greater or lesser degree, an ideological sympathy with the fanatical Islamist achievements and aims of ISIS and groups like them. Mm. Now, I don't approve of, but I can understand someone who feels, I don't know, some sort of empathy or solidarity with Palestine, people who went off on either side of the Spanish Civil War, not approve, but maybe understand. But in this case, it's such a strange ideology that believes in killing Turks, Iranians, Syrians, everyone else who doesn't completely agree. But it is recruiting not just a handful, but a number of people. And if a dozen or a hundred are willing to go over there from the Western world, we have to ask, what is their support? It must be the tens, if not hundreds, of thousands. Yes, I mean, one of the most terrifying things about this, I mean, I'd sum up in the following statistic, which I don't think anyone other than myself has sort of been focusing on, worried about. We have in Britain a drive to recruit more Muslims into the British Armed Forces. You can't get an exact figure. But around 500 Muslims serve, thank goodness, in Her Majesty's Armed Forces. But an extraordinary fact, which, as I say, really ought to be focused upon, is that more people, more British Muslims, have joined ISIS than have joined the British Armed Forces. Incredible. It's an absolutely astonishing fact when you think about it. More people want to go and behead their fellow Muslims and
kill people and torture people with impunity in Syria and Iraq than want to join the British armed forces and take part in operations which actually in recent years have repeatedly saved Muslim lives. There is a real problem that Britain and other Western countries are facing, a real problem of integration and a real problem over winning the hearts and minds of young Muslim populations. That is an incredible figure. I haven't thought about that. To put it in some sort of perspective, it's not a neat comparison, but the British in Ireland, and again, I can see both points of view on that particular conflict, always a huge number of Irish Catholics and British people of Irish Catholic descent in the British Army, enormous number, far more than ever wanted to be part of the IRA. This is something which I don't think we've ever seen before. We're going to show another clip here, and there are so many, by the way, we could show, of other Westerners, and people need to remember education, healthcare, human rights, tolerance, a wonderful pluralistic life in the Western world. However, apparently this is not what is required. Have a look at this clip, please. This is a message to the brothers who stayed behind. Wallahi, ya ikhwa, you need to ask yourselves what prevents you from coming to the land of Izzah. What prevents you from joining the ranks of the Mujahideen, those that spill their blood to raise the raya of La ilaha illallah, to raise the raya of Tawheed? What prevents you from attaining martyrdom and the pleasure of your Lord? Look around you while you sit in comfort and ask yourself, is this how you want to die? Now, I'm older than you, Douglas. I remember when South Asian immigration really was taking place in the UK in the, I suppose, early to mid-60s, or at least the mid-60s when I was aware of it. There was certainly racism. People were coming from India, Pakistan, Bangladesh, Hindu, Sikh, Muslim, a few Buddhists and Christians as well. They weren't always treated the way they should be. But if we look at what's happened now, the Hindu community, assimilation's not the issue. The Hindu community is overwhelmingly law-abiding, part of the middle-class fabric of British society. Sikhs have probably suffered more than anyone because they were so visibly different. The same would apply. It's Islam, it's South Asian Muslims who had the same experience, and not all by any means, but so many have become radicalized, and as we saw, are willing to go and kill in the name of their religion. What can be done about it, if anything? The most important thing, Michael, the most important thing that can be done is a concerted effort to undo the lies. To undo the lies that a generation and more of young Western Muslims have been taught. Of course, not all of them have imbibed it, but a very significant number have. And these lies are across not just local politics, but across geopolitics. Yes. As you point out, it was mainly from the Indian subcontinent that British Muslims arrived. So what is Palestine to them? Most people who arrived after the Second World War in Britain from Pakistan and from other countries, they didn't care about so-called Palestine. They weren't het up with a grievance about the Jews and this. These are things that have been taught to them, a sense of grievance that has been inculcated in them. And it is satisfied and it is fed by politicians, by community leaders, by religious leaders and others who think that they can feed a bit of this lie to them and that'll not cause very much harm. And it does cause harm. Mm-hmm. If you are across your society implying, for instance, that the Israeli Defense Force, instead of trying to carry out one of the most targeted and precise military operations in military history, is in fact engaged in the genocide or massacre or ethnic cleansing or even Holocaust of Palestinians, you are feeding the lie. If you claim that British and American and Canadian and Australian forces in war zones like Afghanistan are not in fact protecting Muslims and trying to make sure that a democracy is possible in that benighted country, but rather that they are there as oppressors, as haters of Muslims, as people who are murderers and war criminals. If you allow that rhetoric to go on, you feed the sense of injustice, you create the sense of grievance. And I think that's why this is something which across our societies we have to think about more clearly. What are the things, the lies, that are allowed to go on from the top of society down, which feed into this grievance that means that young men from Britain,
Canada, America, Australia and elsewhere think that they should join a group which is frankly, and I always say it's horrible to reach for the phrase, but the nearest thing you can think of to this kind of behaviour is the SS during the Second World War. This is an extreme Nazi ideology that they're joining, and yet something about our societies is losing the battle for hearts and minds for some of these young people. That's so eloquent, so well put. And I would again remind viewers, we mentioned South Asians in the UK, North Africans in France, Turks in Germany. It's not about ethnic background. The recurring perennial theme is Islam, given a radical interpretation by leaders, not all Muslim, by the way, in the past 20, 25 years, and the result is quite horrific. That was always such a great pleasure. Thank you so much, my friend. با درودی دیگر باره همیهنانم اشاره داشتم به اعلام این که بانوی جوان آمریکایی کایلا جین مولر در از روی داعش تروریست محمدی اعلام شده که در جریان حملات هوایی ائتلاف در واقع در سوریه کشته شده و به هر حال دقیقا روشن نیست که داستان دقیقا به چه شکلی بوده و شاید بسیارانی هم فکر میکنن و از مدت ها پیش رو کشتن و اکنون در این شرایط یعنی بی پیشینه نیست و داعش مرتب از این کارها کرده و در موقعیت هایی که از دید خودش میتونه ضربه رو شدیدتر در واقع بزنه اعلام میکنه کسایی رو که میکشه یا گروگان میگیره که چه زمانی اعلام کنه چه زمانی اعلام نکنه که اونها رو بکشه مرگشون رو که اعلام کنه و چگونه اعلام کنه و حتی بعضی احتمال میدن که ممکنه که در اثر بمباران به ویژه این بار نیروی هوایی اردن برای کوبیدن مراکز جنایتکاران داعشی احتمال هم میدن شاید او هم که گروگان و اسیر داعش بوده به عنوان سپر انسانی ببرن و در همون محل و در آن مراکزی که بمباران میشه قرار بدن. در هر حال دقیقا روشن نیست و خبری هم باز گزارش شد که شاید اردن در واقع مقام بلندپایه‌ای که نخواست نامش هم فاش بشه که طرحی رو در حال بررسی داره اردن که نیروی زمینی هم برای مبارزه با داعش در واقع صحبتش هست و روی میز پادشاه اردن قرار گرفته این طرح و اینکه حالا به چه شکلی بشه یا نشه به زودی آگاه خواهیم شد. خیلی جالب است همیهنانم بدانید که بشین و پاشو کشش بده. میدانید که در کنفرانس به اصطلاح امنیتی که هر سال در مونیخ آلمان برگزار میشه از این فرصت هم باز استفاده شده و کری جان یعنی جان کری وزیر امور خارجه اوباما با غلام بچه محمد جواد ظریف در آنجا ملاقات داشتن و باز گفتگو کردن درباره برنامه هسته‌ای و چه جز هسته چیز دیگه نیست و طولانی هم گویا بوده با اینکه اصلا مسئله چیز دیگه‌ای بوده در واقع کنفرانس امنیتی بوده. دو ساعت و نیم دست کم این گفتگو طول کشیده. جزئیاتش طبق روال همیشگی به صورت رسانه‌ای بازتاب پیدا نکرده، منتشر نشده و کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال در فوریه در مونشن یا مونیخ آلمان برگزار میشه که درباره مسائل و موضوعات مهم امنیتی درش صحبت میشه اما هیچ تصمیم خاصی گرفته نمیشه و برای تبادل افکار هست و شاید موضع‌گیری درباره رویدادهای امنیتی که هست در سطح جهان یا اروپا باید چه بکنن. به این مسئله اشاره کردم که این خبر رو با آگاهیتان برسانم. چاوش اوگلو، نام که میدونید همشون اوگلو هن، یعنی اینم غلام بچه اردوغانه. چاوش اوگلو فرموده است که در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت نخواهم کرد. حال ببینید دلیلش چیست. گفته است چون هیئت اسرائیلی
در این کنفرانس حضور دارند ما شرکت نمی کنیم. این هم در واقع یکی از اعضای نیتو است که خیلی هم بادش کردن در این سالها. می دانید که گفته است نمیخواسته در نشستی مشترک با هیئت اسرائیلی حضور داشته باشد. عقب نیفتی از سربرای شیعه نابود کنندگان ایران ما. شرم نمی کنید حیوانات که تازه تقاضای ورود به اتحادیه اروپا را هم می کنی؟ فرق شما با داعش چیست؟ فقط کراوات میزنید و تظاهر میکنید. داعش از شما شرفش بیشتر از اسلام واقعی را بدون سانسور و بدون کراوات و بدون نمایش و بدون هیچ حق بازی دارد و همه جهان نشان میدهد. گفته قصد داشتم در این کنفرانس شرکت کنم، اما با توجه به دعوت از اسرائیل در آخرین لحظه برای شرکت در نشستی درباره خاورمیانه، او ترجیح داده که در این شرکت نشست شرکت نکند. به درک سیاه که شرکت نمی کنید. وجود شما انگل‌های عثمانی ینیچری فقط کم است در میانه این بکش بکش محمدتان. خب همیانانم سری میزنیم به میهن اشغال شده و مردم ایران 36 سال است این فجایعی را که اکنون چند سال است در جهان، فجایع اسلام و جنایت اسلام که دیگر در سطح گسترده در منطقه و در جهان آشکار شده است، توجه میکنند. 36 سال مردم ایران تنها و بیپناه زیر دست و پای داعش شیعه، جنایتکارانی چون خمینی کثیف گور به گور شده، خونریز فاسد کودک ریپیست جانیان و دزدان که اکنون دیگر جنایتشان در ایران کم بوده است، با دارایی ملت ایران در گسترش جنایت اسلام در منطقه و در جهان و در آمریکای لاتین. خبری را دیدم با تصاویری در یکی از سایت ها، میدونید چه بود؟ گروهی از کشورهای آمریکای لاتین، نرینه هایی بودند از همین قیافه های اسپانیش مسپانیش و لاتین و هر کدام از این کشورها، ملیتشان را ننوشته بودند، شاید کشورهای لاتین، تازه مسلمان شده ها را برده بودند و در تصاویرشان دست ها را در گوش گذاشتند. مثلا یک لواطکار آخوند جانی کثافت تازی هم عرعره، همان ادانی را که حسین اوباما دوست دارد، ادان میداد. آنها هم با کت و شلوار و قیافه های لاتینو ادان را پاسخ میدادند. آنها را بردن اکنون در جیبشان پول بریزند. همان پایگاه هایی است که من سالها گفتم هم میهنانم یکی از مراکز گسترش تروریسم و خود را نزدیک کردن به خاک آمریکا. سالهای سال با دادن رشوه به فاسدها و مافیاهای مواد مخدر مانند خود رود فروشان و روسپیزادگانی که ایران ما را در دست دارند، پایگاه‌های جنایت و ترور در کشورهای آمریکای لاتین را پخش. یک نمونه‌اش از الان داستان آرژانتین و روانشادان قاضی شرافتمند آرژانتینی آلبرتو نیسمان است و انفجار مرکز یهودیان و ترورهای دیگر. اکنون تازه مسلمانهای آمریکای لاتین را میبرند در ایران، شام و نهار میدهند و میچرخانند و پول توی توبرهایشان میریزند. حال به میهن ما با این خبر آغاز میکنیم. هم میهنانم جهان اکنون دارد میچشد چیزی را که 36 سال است ایرانیان در میانیان آتش الله و محمد دارند میسوزند و میلیون ها ایرانی زندگیشان تباه شده است.
غرورشان شکسته است. آواره ی هفت گوشه دنیا شدند. زیر دست و پای هر خس و خاشاکی افتادند. میترا پورشجری نامه پدر دلاور و یکی از پاک سرشترین فرزندان ایران، سیامک مهر، که میدانید محمد رضا پورشجری که با نام مستعار سیامک مهر نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران بود که اکنون سالها در دست جلادان محمدی شکنجه می شود و می خواهند او را نابود کنند. میترا پورشجری دخترش نامی او را بازتاب داده. سیامک مهر یا محمد رضا پورشجری نوشته است: من محمد رضا پورشجری هستم، دارای نام مستعار سیامک مهر، نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران. پس از تحمل 4 سال حبس در شرایط جهنمی زندانهای جمهوری اسلامی که دستگاه قضایی سرکوبگر این رژیم بنا به اتهامات پوچ و بی اساسی چون اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و توهین به مقدسات بهمن تحمیل کرده بود، در تاریخ 1 شهریور ماه سال جاری از زندان آزاد گشتم، اما تنها پس از 38 روز پس از آزادی، یعنی در 8 مهر ماه، ماموران وزارت اطلاعات در شهر ارومیه مرا رو بوده و در سیاهچال‌های بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر تحت بازجویی‌های بی‌دلیل و بی‌مورد قرار دادند. سپس به همان اتهاماتی که از بابت آنها قبلا 4 سال زندان محکوم شده بودم، مجددا پرونده‌ای ساخته و به دادسرای انقلاب کرج ارجاع دادند. اما در کرج دوباره توسط ماموران وزارت اطلاعات به سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج معروف به بند 8 سپاه واقع در زندان رجایی شهر منتقل شده و در آنجا با فشار، شانتاژ، توهین و تحقیر، آزار و اذیت به مرگ و اعدام و با چشمان بسته مرا مورد بازجویی های بی پایان قرار دادند. اکنون نزدیک 4 ماه است مرا به صورت بلا تکلیف در یکی از کثیف‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی که هر روز آن یک فاجعه انسانی است، در میان اشرار، جانیان، قاچاقچیان و سارقان حرفه‌ای و بیماران روانی اسیر کردند. با توجه به این واقعیت‌ها به آگاهی هم میهنانم می‌رسانم که تصمیم گرفتم در اعتراض به شرایط ناگوار خود و اعتراض به رنج و درد و بیدادی که بر من روا داشتند، از تاریخ شنبه 18 بهمن 1393 به مدت نامعلوم به اعتصاب قضا مبادرت کنم. ضمن هشدار نسبت به بیماری‌های متعددی که بدان دچار هستم، از جمله عوارض قلبی، دیابت، سنگ کلیه، ورم و ورم غده پروستات، اعلام می‌دارم که مسئول هر گونه عواقب این اقدام و مسئول سلامت جسمی و روحی خود را شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم و همچنین دولت مردم فریب حسن روحانی و به خصوص وزارت اطلاعات این دولت می شناسم که برای من پاپوش دوخته و پرونده سازی کردند. کرج، بهمن ماه 93، زندان ندامتگاه مرکزی کرج. سرنوشت ایرانیان واقعا ایرانی، پاک سرشت، دلاور، میهن دوست، مردم دوست، که نه خطایی کرده است، نه دزدی کرده است، قلم به دست گرفته است، از درد و رنج هم میهنانش و سرزمینش و تاریخش گفته است. سرنوشتشان همین بوده است: چه زنده بودند، چه آنها را در آتش سوزاندند، چه زیر شکنجه کشتند، چه به دار آویختند، چه از بالای کوه پرت کردند، چه قتل عامشان کردند، در گورهای گمنام خواباندند. و این اسلام اهریمنی، این سرنوشته ای برای ایرانیان رقم زده است و اکنون در برابر چشم ما یکی از بهترین فرزندان آن آب و خاک در چنین شرایطی است. با دارایی او، با عمر او، با جان او، اراذل و اوباش، تروریست ها، روس بیزادگان، هرزگان، ایران فروشان، رجالگان در کاخها زندگی می کنند، می خورند و می چرند و میهن پرستان سرنوشتشان این است.
از آریا جان خواهش میکنم. آریا نازنینه، شماره 4 رو آریا جان با هم ببینیم. امیهنانم کلیپیست 4-5 دقیقه ای از دکتر بیل وارنر برگزیدم که قربانیان اسلام را، چند تن از قربانیان اسلام را نام میبرد که چه کسانی قربانی اسلامند و میگوید که چگونه اکنون در جهان به دروغ مسلمانان آدم میکشند و سر میبرند و میسوزانند و با اسید میکشند و همه جنایت ها را میکنند و همه را میخواهند زیر پرچم الله اکبر و لا اله الا الله بیاورند. بعد هم همه جا میروند مثلا زیر سایه امثال حسین اوباما، میگویند ما جامعه مسلمانان قربانی هستیم و اسلام حراسی زندگی ما را به خطر انداخته است، ما بیگناهان، ما معصوم ها. با هم ببینیم قربانیان واقعی اسلام چه کسانی هستند. شماره 4 آریا جان. Well, I recently had the venue for a speech canceled because the Muslims felt like that they were being victimized. And if you'll notice in dealing with Islam, the Muslim is always the victim, sometimes under the most bizarre circumstances. For instance, on 9/11, when the World Trade Towers were destroyed, Muslims said that they were the true victims, not the poor 3,000 Kafirs. This victim attitude that Muslims have comes straight from the Quran and straight from the Sunnah of Muhammad. For instance, after Muhammad left Mecca and went to Medina, he thought a lot about what had happened to him and finally decided that he needed some justice, and that this justice would be found by raiding the Meccan caravans. It took Muhammad's jihadists 8 times before they were actually able to kill some Meccans and to kidnap and steal the property. And guess what? The Quran says that the real victims were the Muslims who did this. Because you see, earlier the Meccans had thrown Muhammad out of Mecca, and so, and throwing him out of Mecca is worse than murder. So Muslims are always the victims. They're never wrong. But it got me thinking, it would be interesting to show how Muslims create victims. For instance, I've already told you one. The pagans of Mecca, the pagans of Arabia, were Muhammad's first victims. Then, the next victim he had were the Jews of Medina. Because when he moved to Medina, it was half Jewish. But 2 years later, the 3 Jewish tribes were gone, enslaved, and exiled. So, his next victims were the Jews. And soon after he got to Medina, we have another victim, which are children, because Muhammad married Aisha when she was 6 and consummated the marriage when she was 9. This makes her, as a child, a victim. But there were more victims to be found in Medina, that is, slaves. You see, Islam has been the biggest slaver in the world, and the slave taking started in Medina, and the first slaves were Jews. Because although Muhammad killed 800 Jewish men by beheading them, the women were sold as slaves. Oh, and the children, the Jewish children, they were adopted into Muslim families to be raised as Muslims. And it was in Medina also that another set of victims were established in Islam, that of women. Muhammad established through a whole series of traditions that beating your wife was, well, not a good thing, at least an acceptable thing. One of his more famous hadith is, never ask a man why he beats his wife. Well, now women are the victims of Islam. And Allah weighed in on this issue as well, because in Surah 4, women, it says that men can beat their wives and gives a succession of steps on how to do this in the proper way. Then when Islam left Arabia behind its jihadists, it found new victims. For instance, as it moved east, it found Hindus as victims. And then it found Sikhs as victims, and it found Buddhists as victims. So you get the idea here that although Muslims are always the poor, aggrieved victims, they are the oppressors, big time. But it goes beyond human beings. You see, Muhammad, for reasons which are not clear to us, didn't like dogs, and so dogs became a victim of Islam. Oddly enough, there was a peculiar kind of snake that Muhammad didn't like, and
So they became victims as well as the Muslims tried to clean all this particular kind of snake out. But now we get to another victim, critical thought. Because you see, the Sharia forbids critical thought. It forbids any thought which contradicts any aspect of Islam. Islam is perfect, it's true, and so therefore anything which contradicts it is false, and it's simply not allowed. One of the thoughts you might have if you're a Muslim is, you know, I might like to leave Islam, but no, no, no. You cannot leave Islam, or if you do, you can be killed. So Islam is a little bit like that Hotel California song. You can check out any time you like, but you can never leave. So critical thought's a victim. And here's what we see today, is that Islamic suppression of critical thought is on the rise. As more and more Muslims go to the federal government and the state government and say, oh, we're being victimized by these oppressors who want to quote from the Quran, the Hadith, and the Sirah. So you must shut them down. Critical thought on Islam is not allowed. All this bit of victims has made me decide that the best way to approach Islam is through its victims. And it is for this purpose that I've created a brochure movement which I call Voices for the Voiceless. So if you would like to see how the victims of Islam can be turned to good, go to politicalislam.com and click on the little button that says Voices for Voiceless. Thank you. با دردی دیگرباره همیاران نازنینم، گویا به جز سرباز میهن ما بیننده دیگری نداریم. $100 سرباز میهن گرامی اعلام یاری کردند در پاسخ مچ و با درخواست از ایرانیانی که مام میهن را فراموش نکردند و خواهان رهایی وطن و هموطنان از شنگال لاتها و چاقوکشهای دزد مسلمان باورمند که میهن ما را اشغال کردند هستند و به کشتن و زجر و شکنجه ایرانیان بیدار شده در ایران مشغولند. راه سنگر بیداری تنها راهی است که پایانش نوید بخش رهایی از چنگال اختاپوس خونخوار اسلام است. این تلویزیون را پشتیبانی کنید، تخم بر اسلام و آورندگان خونخوارش. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنین و سخاوتمندمان که تنها یاری هستند که بعد از 1.5 ساعت به یاری سنگر آمدند. امیران نازنین هم خبری بازتاب پیدا کرد که روزنامه معروف اسرائیلی هارتس خبری رو در واقع گزارش داد که بر اساس نقل قول از یک کارمند بلندپایه وزارت خارجه اسرائیل که اوروگوئه یک دیپلمات، از همین اراذل اوباش که دیپلمات شدند، دیپلمات جمهوری اسلامی رو از اوروگوئه اخراج کرده است و دلیل آن هم ظن ارتباط با بمبگذاری 4 هفته پیش بوده. و البته در این بمبگذاری که روز 8 ژانویه بوده خسارتی به وجود نیامده و یا کسی آسیب ندیده. و هارس می نویسد اوروگوئه تصمیم گرفته که در این شرایط و وضعیتی که هست شعله ماجرا رو پایین نگه داره و برای همین اوروگوئه نخواسته که خبر اخراج دیپلمات لبادکاران منتشر بشه. هارس نوشته جمهوری اسلامی و حزب الله در سالهای گذشته زیربنای تروریستی در آمریکای لاتین را تقویت کرده. سالهای سال خبرهاش آمده ولی بازتاب پیدا نکرده است در رسانه های بیضه‌دار اسلام. سالهای سال از چیز جدیدی نیست، آنجا را هم میم گذاری کردند. یکی از این نشانه ها که دیگر با ترور و کشتن آن قاضی شرافتمند آرژانتینی سر و صدا پیدا کرد، ولی هنوز آن پولهای خون بچه های ایران خرج فساد آمریکای لاتینی ها و فواحششان می شود نگذاشته از هنوز که این جنایتکاران که فقط 185 انسان را در مرکز یهودیان
به قتل رساندن با همان مغنیه گور به گور که بعد پسرش را هم اسرائیلی ها دستشان درد نکنه چند وقت پیش به درک فرستادن لای دست بابای جنایتکارش. بله. زیربنای تروریستی را از سالهای گذشته در آمریکای لاتین تقویت کرده و از میان مهاجران شیعه مقیم آرژانتین، برزیل و پاراگوئه یارگیری کردند. شیعه سازی می کنند و بعد به استخدام در می آورند. یک پشت از این آمیگو هم گفتم، من عکساشون رو دیدم که رفته بودن ایرانگردی و پشت سر لواطکارا داشتن نماز می خوندن. چلو کباب میخورن و میگردن و شمال و جنوب و بهترین هتل ها و پول هم تو توبراهاشون میذارن میان و بعد اینجا هم یه جاسوسی برای ترور برای کشتن مواد مخدر با برادرها که شغلشان است و بعد هم تا بتوانند به آمریکا رخنه کنند. حسین اوباما فقط منتظر است که نام اسلام به میان نیاید جایی. فقط مسیحیان هزار سال پیش به نام کلیسا و کرایست جنایت کردند. در برابر برادران مسلمان تو ایستاده بودند، چاره نداشتند. بله. حارس گفته است سفارتخانه های جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین شمارشان افزایش یافته. فعالیت‌های آنها تقویت شده و به عنوان زیربنای گردآوری اطلاعات و لوجستیکی برای ضربه زدن به هدف‌های اسرائیلی و یهودی عمل می‌کنند. از بالا تا پایین هم همه را می‌خرند. اونجا هم که همه خود را در حال فروختنند. همه جایشان را می‌فروشند. از خبرهای خیلی شادی بخش هم همینانم میدانید که حوثی های یمن، یعنی مزدوران اشغالگران ایران، شیعه، شاخه شیعه جذاب اسلام، پارلمان یمن را هم منحل کردند و اکنون در آنجا شوراهای انقلابی میخواهند به راه بیاندازند. ببینید چه خبر خواهد شد. گام به گام باید این بارها گفتم باید این باله شیعه و سنی جنایت اسلام که بیزینس است یک تعادلی داشته باشد. در هر گونه مثلا یک گوشه جهان اسلام مثلا شیعه یک جای قدرت نداشت باشه به درد نمیخورد، این پروژه عمل نمی کند. باید کنار هم اینجا و آنجا یه تیک شیعه یه تیک سنی یه تیک شیعه یه تیک سنی تا جاودان سرگرم باشد. یمنی است که حسین اوباما گفته بود اونجا خیلی متحد خوبی شده است و تکلیفش درست است و خیلی خیلی ما امیدواریم و خیلی آنجا ما فعالیت کرده ایم. بله. شورشیان شیعه حوثی روز آدینه 17 بهمن اعلام کردن کنترل دولت را در اختیار گرفتن. حال باید ببینی بازرگان گور به گورش و قطزاده گور به گورش، نمیدونم گور به گورهای بیشماری بودن، خائن مزدور چندسره دکتر یزدی جلاده که زنده زنده در آنجا نشسته است و روانش بسوزد، این جنایتکار خائن کثافت قاتل دکتر یزدی. آنها هم آنجا الان ترتیبش را میدهند و شورای انقلاب و اینا جا به جا میشود و دموکراسی میشود. بهاران حتما با آنجا هم رسیده است. بهاران عربی گاهی رنگ سنی دارد گاهی رنگ شیعه. کتبان فرخ فرخزاد نازنین 50 دلار اعلام یاری کردند
با درود به همسنگران دلاور و بیدارم در سنگر روشنگری بیدار تیوی، درود ویژه به بانو صفاری گرامی. اسلام دشمن ایران و ایرانی و به طور کلی دشمن انسانهای بیدار، آگاه و روشنفکر است. بنابراین هر انسان متمدنی وظیفه دارد به اندازه توان خیش با این آیین اهریمنی مبارزه کند. نجاست همه کفتارهای وحشی بر قرآن و اسلام و باورمندان به اسلام. باورمندان راستی میدانید کی هستند؟ یعنی میتوانید بگویید باورمنده به اسلام یا بگویید جنایتکار، دزد، شکنجهگر، خونریز، غارتگر، هراس‌افکن، همه اینها میشود مسلمان باورمند. باورمند، نه مسلمان زاده. خب با 50 دلار یاری فرخ فرخزاد گرامی که حتما خواستن ما رو در هر حال در اواخر برنامه امروز به مچه بانو و کدبان ایران یار نازنین برسانند، که یک جهان سپاسگزارم از سرباز میهن و فرخ فرخزاد نازنین و گرامی. بله. از آریای نازنین خواهش میکنم آریا جان، قدری هم من دوباره سرماخوردگی هم میهنانم، گلو درد و سرفه، و در فاصله کلیپ ها از این آب نبات های مکیدنی میمکم که اندکی بتوانم راحت تر با شما صحبت کنم. از آریای نازنین خواهش میکنم شماره 5 کلیپی سمیانوانم به پایان هفته هم نزدیک میشویم، با هم میبینیم که بعد از این خبرهای دردناک و خشن و آزاردهنده دقایق شادی هم داشته باشیم با صدای زیبای نوشافرین، ترانه بسیار زیبا و احساسی او به نام اکسیژن با هم میشنویم. شماره 5 آریا جان. Thank you.
اصل تا ستار رفتن با نگاهی ما تو خوشگو جای پاها تو شمارین ششمین روز من و تو روز خلق این ترانه انفجار رود و جنگل انفجاری عاشقانه چه روزایی خالی از بغض حسادت چه هوایی پر اکسیژن مادست چه شبایی همه دلتنگ سپیده چه صدایی پر نوت‌های کشیده چه روزایی خالی از بغض حسادت چه هوایی پر اکسیژن مادست شبایی همه دلتنگ سپیده چه صدایی پر نوت‌های کشیده خب همیهنان نازنینم در این بخش پایانی حدود یه هفته است که من این گزارش رو با خود به همراه داشتم در برنامه ها ولی زمان نشد اما نکته بسیار بسیار پر اهمیتی است که باید آرزو کنیم در واقع در جهان این گونه تلاش ها بر شمارشون افسوده بشه و اتحادیه بین‌المللی اومانیستی خواستار لغو جهانیه مجازات کفرگویی شد یعنی این یک حربه دین کافی نیست و می دانید که این مسائل اکنون مطرح می شود هیچ دینی در جهان اکنون گرفتاری در این زمینه ها به این شکل برای بشریت ایجاد نمی کند فقط یک فرقه و جنایتی است که نام دین بر آن نهادند و آن اسلام است و بسیاری از کشورهایی مثلا مانند پاکستان، افغانستان و یا از این دست کشورهای اسلامی عربی برخی از آنها به گونه دولت حتی دولتهای به اصطلاح با عبا و عمامه و مستقیم در دست جانیان و مفتخوران آن اسلام به هر فرقی که هستند نیست اما معمولاً قوانینی دارند بر ضد این کفرگویی و مجازات برای آن اتحادیه بین‌المللی اومانیستی خواستار لغو جهانی مجازات کفرگویی شده است چون زمینه دیگری افسوده است به کشتار و زجر انسانها و ایجاد خفقان و بستن دهانها و در نهایت تحمیل فاشیسم و اسارت به انسان ها اتحادیه اومانیستی و اخلاقی بین المللی متشکل از گروه ها سازمان های طرفدار آزادی اندیشه سکولاریسم خدا ناباوری و اخلاق گرایی انسانی در بیانیه ای خواسته است تا کفرگویی از فهرست اقدامات قابل پیگرد قانونی در تمامی کشورها خارج شود شما فکر کنید بشریت بعد از این داستان‌ها، این گذشته‌ها، این تاریخ در قرن 21 از سوی دیگر این پیشرفت‌های شگفت‌انگیز هنوز باید با مسائل این چنین دست به گریبان باشد. هنوز آسمان‌ها که نه کسی دیده است، نه رفته است و برگشته است. و به دنبال آن گروهی مفتخور شارلاتان دروغ پرداز و مایه بدبختی و دست و پا زدن در خرافات و عقب ماندگی برای انسان
همچنان چیرند و تازه باز سر برآورده است، آمده است ما را ببرد به صدرش. این بیانیه چند هفته پس از حمله به نشریه فکاهی شارلی ابدو در پاریس منتشر شده که در جریان آن مسلمانان افرادگرا تا مسلمانان باورمنده، مسلمانان واقعی، مسلمانان یا کسی این آموزه را باور دارد می شود باورمند. دیگر تهمت نزنید به مردم، افراطی و غیر افراطی نکنید. اینی که شما میگویی تهمت است. اسلام آموزه هایی دارد، پیامبری دارد، اللهی دارد، کتابی دارد، داستانی دارد، مجموعه شده از باورهای اسلامی. شما هم گفته دین است. کسی آنها را یا باور دارد می شود مسلمان باورمند. اگر همه آن جنایات و کثافات را باور ندارد، اما در خانواده مسلمان، در آن جوامع اسلامی که کسی هم نمیتواند از اسلام بیرون بیاید، مسلمان زادن ولی انجام نمیدن، آنگاه نشستن تازه از آن بیچارگان یا قربانیان آن جامعه هستند، میآیند در این تاکشوها آنها را نمونه میزنن برای خوبی اسلام، بعد میگوین این یه عده افراطگران. نه بابا جان، آنها انجام نمیدهند اسلام را، انسانهای خوبی هستند، مسلمان زاده. ازشون هم بپرسید شما دینتان میکنه؟ مسلمانم. انجام نمیدهد، تف میکند به اسلام، اصلا کاری ندارد با اسلام. بعد میگوید اکثریت ببینید این گونه نیستن، تروریست نیستن، سربر نیستن، اسید پاش نیستن، ریپیست نیستن، گرفتارن، بردگانند، جزء آمار اسلامند. رئیس اتحادیه اومانیستی و اخلاقی بین المللی با تاکید بر این که هدف این اتحادیه حمایت از اتکای رفتارها و معیارهای اجتماعی بر شواهد عینی و موازین اخلاق بشری است، گفته است که هدف از بیانیه جدید ایجاد هماهنگی، حمایت از گروه‌ها و سازمان‌های محلی در کشورهای مختلف است که برای الغای قوانین ضد کفرگویی تلاش می‌کنند. عضو سازمان خیریه کمک به کلیساهای نیازمند که برای حفاظت از اقلیت‌های مسیحی در کشورهای مختلف تلاش می‌کند گفته است قوانین ضد کفرگویی باعث اقدام خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌های مسیحی و افراد دیگری می‌شود که به ارتکاب جرایمی متهم می‌شوند که ابداً مرتکب نشوند. چند بار در این چند سال گذشته از پاکستان عزیز که خیلی پاک است خبر را شنیده ای که فلان زن را، فلان مرد را، فلان خانواده را سوزاندند، محاکمه کردند، ریختن سرشان، کشتند به جرم اینکه به الله، به محمد چیزی گفتند یا نگفتند، مسیحیان باید آنها را سوزند. چند بار شنیده اید در خبرها؟ تازه آن بخشی که گزارش می شود. یک جهان سپاسگزارم از یار یاور همیشگی من نازنین بانو کردیه عزیزم، $500 اعلام مچ کردند. با درود به یاران نازنین، دشمن ستیزان دلاور، یعنی همسنگرانم در سنگر بیداری تیوی، به ویژه بانو صفاری یگانه و خستگی ناپذیر. با دانستن این که آقای پرزیدنت حسین اوباما مسلمان زاده هستند، بارها گفتند که در کودکی قرآن می‌خواندند، آوای از آن برای ایشان بهترین نواست که از آن لذت می‌برند، ولی تا جایی که ما آگاهیم هیچ مجتهد و یا امامی به ایشان گواهینامه یا تصدیق برای دادن فتوا و تعیین آن که چه کسان و گروه‌های مسلمان هستند یا خیر را نداده است. بنابراین نشستن در کاخ سفید، بزرگترین دموکرات‌ترین کشور جهان، و صدور چنین فتواهایی لطفاً خودداری فرموده به کار اصلی خود یا وظیفه که اکثریت مردم آزاده آمریکا به ایشان محول کردند بپردازند و حراست از اسلام را برای پس از دوران ریاست جمهوریشان بگذارند. من یک کافر هستم. درود بر بانو کردیه نازنین و
گرامی من، پیام هایی که ما می دهیم به ایشان گویا نمی رسد، بسیاران دیگر هم چه آشکار چه در پنهان به ایشان خبر می دهند و دادند، اثری ندارد. فقط من هرگاه به یاد می آورم که ایشان حدود 2 سال دیگر، 1 ماهش گذشته از کم شده است، 1 سال و 11 ماه دیگر هنوز در آنجا هستند و آمریکا در دست ایشان است و افکار و اندیشه ها و ادمنستریشنی که خود ایشان حتما از جنس خودشان بوده است تعیین کردند. به راستی پشت انسان می لرزد که چه فجایع دیگری می تواند به وجود آید. مطالعات انجام شده توسط مرکز تحقیقات پیو، یک سازمان تحقیقات آمریکایی فعال در زمینه گردآوری و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به شرایط زندگی، جمعیت شناسی و شرایط اجتماعی نشان داده است که این گونه قوانین بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رواج دارد و مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. فقط اسلام عزیز است دیگر. توهین می شود. یا باید غیر مسلمان از میهنش بگریزد و برود و زمین و خانه و جا و همه چیز را برای جانیان اسلام باور بگذارد، یا بماند و کشته شود، و یا با تحقیر زندگی کند، به او نجس بگویند، به او کافر بگویند، حقش را پایمال کنند، شغل دلخواهش را به او ندهند، همه جا آزارش بدهند، حتی اگر برجسته ترین انسان آن سرزمین در میهنش باشد. و به راستی تحفه الاسلام. بله، در هر حال هم میهنان هم زمان آنچنانی دیگر نداریم، مطالب چند دیگری ماند و به ویژه در بله عربستان سعودی حمایت از حملات 11 سپتامبر رو رد کرده است. خب بله، باید هم بگوید که رد کرده است. حتما اونها خودشان رفتن در گاف صندوق های شاهزادگان سعودی رو باز کردن، پول ها رو براشان رفتن که 11 سپتامبر به وجود بیاورند. بله، در هر حال هم یعنی هم نمیرسیم، مطالب و خبرها بخشی از آنها ماند. سپاسگزارم از سرباز میهن نازنینم و فرخ فرخزاد عزیزم که بعد از 3 برنامه و یا دقیق تر 1 هفته ما را به مچ بانو و کدبان ایرانیار عزیزم رساندن. و یک جهان سپاس دارم به بانو کردی نازنینم که $500 الان مچ کردن و من امید دارم که تا 3 شنبه که امیدوارم دوباره در سنگر و مهمان خانه های شما عزیزان باشم، این $500 رو در طی این 3-4 روز آینده عزیزانی باشند با هر مبلغی زنگ بزنن و در واقع ما بتوانیم هم یاری این عزیزان رو و هم بزرگ مهری بانو کردی نازنینم رو که $500 اعلام مش کردن داشته باشیم. و من هم امیدوارم در این 3-4 روز که فرصت هست، این سرماخوردگی و گلو درد و اندکی تب و سرفه رفع شده باشه و سر حال در واقع بتونم در برنامه باشم. سپاسگزارم از کوروش گرامی، سپاسگزارم از آریا جان، سپاسگزارم از مانی بهروز عزیزم در آن سوی جهان. بعد از بدرود من، آریا جان شماره 6 رو ترانه زیبای سمیهرانم با صدای بتی که پیشکش میکنم به تک تک یاران و عزیزان. جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد ایران، بیدار پایدار پیروز، دلاور فرزندان نترس، میهن پرست دشمن سوز، اهریمن سوز یعنی اسلام سوز، فرزندان نیک شاهنشاه کوروش بزرگ هخامنشی. بدرود.
ببینم چه چیزی خوبه برامون، هرچی لبخنده خریدم واسه روز گریه هون. یه عالم رنگ بنفشه، دو سه آواز قناری، یه سبد عمر دوباره، دو سه تا روز بهاری، یه زلال ترد و نازد واسه تو سینه تپیدم، یه قلم که یه روزی داغ چشماتو کشیدم، یه قلم که یه روزی داغ چشماتو کشیدم.